روش آسونه گرفتن تایتل کشوری. همچنین قرار شده فول ست کاپیتان وارد سیزن شاپ بشه. آیا این احتمال به واقعیت میپیونده؟ سلام بچه ها، چطوری؟ تو این ویدیو قراره روش خیلی آسونه گرفتن تایتل کشوری رو بهتون آموزش بدم که یکی از بهترین تایتل ها به حساب میاد. همچنین جدیداً یه ویدیوی منتشر شده که نشون میده در آینده ست کاپیتان وارد سیزن شاپ میشه، که حتی برای خیلیاتون این سوال به وجود اومده بود که آیا واقعیت داره یا نه. پس ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ موضوع ست کاپیتان. اول از همه یه نگاهی به سیزن شاپ فعلی بازی بنداز. خب همونطور که میبینید ستای خیلی قدیمی وجود داره، از ست سیزن 3 به بالا دیگه فکر کنم همه رو آورده و تقریبا تمام ستای قدیمی جوایز کاپا رو توی این قسمت برامون آورده. چترای سیزن قدیم در کل جوایزای خوبی داره، البته این رو هم فراموش نکنید چون در دسترس همه بازیکن‌ها هست، به قول معروف خاص شده و دیگه اون جذابیت قدیم خودشو نداره. و اینم بوده از سیزن شاپ فعلی بازی. و حالا این ویدیویی که روی صفحه میبینید ادعا شده که در آینده ای نزدیک ست کاپیتان هم وارد سیزن شاپ میشه. به شخصه اگه قرار باشه بیاد من خودم باش مخالفم. درسته خب من و شما نداریم، ولی اونایی که دارن بذار لذت اون کمیاب بودن ستو حس کنن. یعنی توی این دنیا هر چیزی که زیاد باشه بدون ارزشش کم میشه، و حتی اگه یه نگاهی به متیک فورج بندازید کاملا متوجه میشید. این ستایی که داخل میتیک فورجن ستایی بودن که واقعا کمیاب بودن و توی اکانت هر کسی نبود، و برای گرفتن بعضی از این ستا شاید بیش از 15000 تا یوسی لازم بوده، البته در قدیم، ولی در حال حاضر با 6000 تا یوسی میتونید راحت 10 تا الماس رو بگیرید. حتی روش‌های مختلفی برای گرفتن الماس رایگان هم وجود داره. خلاصه در نهایت این ست کاپیتان وارد شاپ میشه یا نه؟ بچه‌ها اگه یه نگاهی به بالای تصویر بندازید یه سکه خیلی جدید میبینید که مربوط به پابجی گلوبال نمیشه. اگه پابجی کره بازی کرده باشید میدونید که این سکه برای پابجی کره است، و خودم اینطور احتمال میدم که اگه قرار باشه ست کاپیتان بیاد 100% داخل پابجی کره میاد، چون پابجی کره خب سابقه خیلی درخشانی داره. مثال میتونید بدون خرج کردن یوسی کلی ست خفن بگیرید، و اگه قرار باشه ست کاپیتان برگرده توی پابجی کره منطقی تره، چون تعداد خیلی کمی از بازیکن‌ها پابجی کره بازی میکنن. و حتما نظرتون رو بنویسید آیا با اومدن ست کاپیتان توی پابجی کره مشکلی دارید یا نه. حالا بریم سراغ تایتل‌های کشوری. بچه‌ها تایتل کشوری یکی از مهمترین تایتل‌های داخل بازیه که هر هفته هم آپدیت میشه، و طبق رنکی که توی اون کشور دارید میتونید تایتل رو بگیرید که نیازه بین 100 بازیکن برتر کشورتون باشید. حالا منظور از کشورتون یعنی همون پرچمی که داخل بازی انتخاب کردید. امکان داره یکی روی چین بذاره، یکی روی ایران بذاره، یکی روی افغانستان بذاره، فرقی نداره. پرچم کشورتون روی هر کشوری باشه یعنی کشور شما. و بعد اینکه الان که دارم میگم 100 بازیکن برتر کشورتون، نترسید، نیازی نیست که حتما بازیتون حرفه‌ای و خفن باشه. فقط کافیه این روشی که بهتون میگم رو پیاده کنید. ناکنید توی هر کشور 9 تا رنگ تخصصی وجود داره که آسان‌ترینش رو بهتون میگم. بچه‌ها برای گرفتن این تایتلا که 9 تا تایتل مختلفه نیازی که خیلی زیاد بازی کنید. یعنی کم کم روزی 3-4 ساعت باید بازی کنید. ولی توی بخش گرینید و یا بخش لوت دراپ نیازی به بازی کردن زیاد نیست. مثال من خودم توی بخش گرینید ارنگل الان هفتمم و خیلی راحتم تونستم بگیرم. شاید باورتون نشه ولی توی 3-4 تا مچ تونستم اینقدر کیل با گرینید بگیرم. نیازی هم نداره که حتما اسکواد بازی کنید، میتونید سولو بازی کنید که خب خیلی راحت تره. و فقط تنها نکته ای که باید بهش توجه کنید اینه که کاپتون روی دایموند و یا بیشتر باشه. من خودم سولو بازی کردن رو ترجیح میدم چون بازیکن دیگه ناک نمیشه. حالا بریم داخل بازی تا یه کمی از نحوه کیل گرفتن با گرینید رو بهتون آموزش بدم. خب بچه‌ها من سولو استارت کردم چون خب بازی کردن توی سولو راحت تر. همین اول کار گرینید میگیرم، روبرو هم صدای پا دارم. خب اینم از کیل اول. جلوتر صدای پا دارم، سعی کنید که با شمشیر راش بدید. الان که پلیر فهمید شمشیر دارم یکمی داره عقب میره، مثلا رفت توی این اتاقه و بوم. این هم اسکیل دوم. یه اوکی گرینید نداریم، بریم دنبال نید. بچه ها گرینید رو که پیدا کردید بازم یا شمشیر استفاده کنید.
و اینطوری گرنید رو فعال میکنیم. البته یار روبروم نوبه دیگه. خب این هم سکیل سوم. این وقت کنم صدای پا گرفتم اینا. یکی هم سعی میکنم که گرینیدش کنم. اینجور جا باید صبر کنیم و ثانیه چند صدامی ثانیه دیرتر مینداختم نید شده بودم خودم. خب نیدمون تموم شده، باید سه تا گرینید بگیریم از داخل شاپ و اونورم صدای پا داریم. بریم ببینیم که چیکار میتونیم کنیم. توی خونه قرمزی دست چپ یکی رو دارم میبینم. از این فاصله دیگه فکر نکنم کار هر کسی نیست. حالا یه امتحان کنیم. چی میگی؟ طبقه بالا این خونه هم صدای پا دارم. فکر کنم رفت پشت بوم. روی همین پله است. یه روپ زون اومده من به خاطر یه نفر علافم. طرف میدونه میخوام نیدش کنم بعد اصلا بیخیاله، فقط فرار میکنه. داشت از دست ما که نمیتونی فرار کنی. یه انمی با باگی بود بکنم که پشت همین درخت است. FPP نیدو میندازیم. من دیگه چیزی نمیگم. خودتون نحوه نید انداختن رو یاد بگیرید. نفر آخر باید یه کاری کنم از پشت کاورش بیاد بیرون، چون یه دونه نید دارم. این خراب شه دیگه نیدی ندارم. اومد. یس مچ وین شد. واقعا مچ جالبی بود. یعنی با نید کل مپو با نید زدم. آمار آخر بازی هم بهتون نشون بدم. 32 تا نید استفاده کردم، 12 تا کیل. یعنی اینطوری پیش برید مثلا 5 تا مچ بزنید 60 تا کیل میگیرید، میاد تاپ 1. الان که بیام توی رنگ نفر سوم، نفر دوم هم یعنی امتیازمون برابره. یه مچ دیگه بزنم 62 اینا میرم. یعنی دو تا مچ دیگه بزنم میام اول به همین آسونی. بخش بعدی در مورد ایونت Amazing Rebate. بچه ها ایونت Amazing Rebate مربوط به ایونت مصرف UCه که با مصرف کردن UC میتونید کلی جوایز مهم رو دریافت کنید، مثل مینی متریال، تک الماس، الماس کامل و متریال. این ایونت در حال حاضر داخل بازی نیست و گفته شده که 25 این ماه یعنی 6 روز دیگه وارد بازی میشه. ایونت پرچس گیف وارد بازی شده، ولی خب واقعا افتضاحه، چون پرچس گیف قدیم مثال اگه 1500 تا UC میخریدی 1500 تا رو هدیه میداد، جمع میشد 3000 تا. ولی خب پرچس گیف جدید دیگه از این خبرها نیست، دیگه UC دو برابری بهتون نمیده. امیدوارم که Amazing Rebate اینطوری نباشه. خلاصه خواستم بگم که اگه میخواید UC مصرف کنید بذارید 25 احتمال زیاد ایونت Amazing Rebate وارد بازی میشه که با خرج کردن UC حداقل میتونید یه سری جوایز مهم بگیرید.